سلام، قرار است فردا با پس فردا نشست جهانی ژنو و هدف ادامه تعهدات مالی جامعه جهانی به افغانستان برگزار شود. حکومت افغانستان انتظار دارد که جامعه جهانی در این نشست برای کمک های مالی به افغانستان چون سالهای گذشته ادامه تعهد کند، اما اوضاع حاکم در افغانستان چون فقر کم پیشینه و روند صلح و نیز بحران جهانی کرونا اثر بر چگونگی کمک ها به افغانستان خواهد داشت. آمادگی افغانستان برای جلب کمک های جامعه جهانی در نشست ژنو چیست؟ آیا افغانستان تعهداتش را با جامعه جهانی درست عملی ساخته و در نهایت جامعه جهانی برای 4 سال دیگر به کمک هایش به افغانستان ادامه خواهد داد؟ محور امشب ویژه همین مسئله است. در نخست مهمانم آقای عمر زاخیلوال، وزیر پیشین مالی است، و سپس با آقایان رضا فرزام، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، نظیر کبیری، رئیس انستیتیوت پژوهشی البیرونی، سید زمان هاشمی، رئیس هیئت عامل اتاقه های تجارت، و نصیر صدیقی، معین وزارت مالیه، همین بحث را دنبال خواهیم کرد. زاخیلوال صاحب، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین، وقت شما بخیر. با چه آمادگی راهی نشست ژنو شدیم؟ آقای زاخیلوال، اگر صدای مرا دارین دوباره تکرار میکنم، خوش آمدین به برنامه. بسیار آمادگی ما برای حضور در نشست ژنو چیست؟ چیزی میدونین شما؟ بنابر مشکلات فنی نتونستیم با آقای زاخیلوال تماس برقرار بکنیم. با آقای صدیقی برمیگردیم و مهمانان دیگر در استودیو هم شما خوش آمدین. بسیار صدیقی صاحب، وقت شما بخیر. رفتین که شرکت بکنین در نشست ژنو. فردا نشست آغاز میشه، آجندا چیست؟ تفاوت این نشست با نشست های گذشته در باب کمک ها و ادامه کمک ها به افغانستان وجود داره؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و تمام بیننده های تلویزیون، و همچنان سلام عرض می کنم خدمت مهمانان. کنفرانس افغانستان 2020 به مانند کنفرانس های قبلی در یک شرایط بسیار خاص و ویژه برگزار میشه، و ما در این کنفرانس فردا 3 نشست حاشیه‌ای بسیار مهم در محور اصول چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان، که همانا صلح سازی، دولت سازی و مارکت سازی هست. 3 نشست حاشیه‌ای داریم. رست. که در هر نشست حاشیه‌ای اشتراک به سطح بسیار عالی است. وزیر صاحبای تمام کشورهایی که برای افغانستان کمک میکنند، وزرای خارجه، وزرای سکتور انکشافی، وزرای مالیه، نماینده ها و فرستاده های ویژه، و همچنان سفرهای یک تعداد از کشورها اشتراک میکنه. و به عین ترتیب مجلس اصلی کنفرانس به تاریخ 24 ماه نوامبر برگزار میشه. درست. که در او بیشتر از 75 کشور و 35 سازمان بین المللی اشتراک میکنند. و تفاوت کنفرانس البته از تمام ابعادش با کنفرانس های قبلی زیاد است. یک، در کنار این کنفرانس همزمان پروسه صلح افغانستان در جریان هست. از اون جهت مردم خیلی خوشبین هستند هم به این کنفرانس، و امیدها بسیار بالا هست، و هم در با توجه به این که وضعیت کرونا در سر تا سر جهان محدودیت های بسیار زیاد را وضع کرده، به شمول اینکه گشت و گذار ما در ژنو آمدیم، اما شهر ژنو عملا در قرنطینه است، و همین که شرکای انکشافی بین المللی افغانستان آماده شدند که دمت یک شرایط دشوار باز هم کنفرانس برگزار شود، این خود بیانگر اعتماد همکاریشان است. بسیار خوب، به شما برمیگردم. آقای صدیقی، آقای زاخیلوال را در برنامه داریم. آقای زاخیلوال، وقت شما بخیر. فردا نشست ژنو یا افغانستان 2020 برگزار میشم، راهی نشست شدیم، شما چقدر در جریان این مسئله هستین؟ آمادگی ما
در این نشست برای جلب کمک ها در چه حد است؟ چقدر تعهدات گذشته عملی شدن تا ادامه کمک ها را بتانیم به دست بریم؟ هرچند که سوالتان کاملا نتانستم بشنوم، ولی تا حدی که شنیدم که نظر مرا پرسیدین در مورد توقعاتی در کنفرانس جنیو. خب مشابهاتی هم داره با دو کنفرانس بزرگی که آغازش از کنفرانس توکیو در 2012 بوده و با تکرارش در بروکسل در 2016 بوده، که جامعه جهانی و یا شرکای ما برای تداوم کمک های اینا، البته در یک سایکل 4 ساله، اینا تعهداتی داشته باشند. ولی همان طوری که در بروکسل میزان کمک ها کمی کمتر از تعهداتی کنفرانس توکیو بوده، در کنفرانس ژنو توقع میره که میزانش هم هنوزم پایین تر بیایه، به خاطر که فضای جهانی، البته فضای برای کمک ها تغییر خورده، بر علاوه ویروس کرونا که اقتصاد جامعه جهانی و خصوصا کشورهایی که با ما کمک میکنن نهایت زیاد متاثر ساخته، علاقمندی جامعه جهانی هم به افغانستان کمتر شده، حضور نیروهای شان هم میزانشان پایین تر شده، و وقتی که میزان نیروها بالاتر باشه علاقمندی و کمک ها اضافه تر می باشه، وقتی که پایین تر میره طبعا هم پایین تر، ولی بازم توقع داریم که میزانش به حد باشه که به یک بحران جدی اقتصاد کشور ما و خصوصا مصارفات حکومتی ما مواجه نشوه، بودجه البته دولتی ما. بسیار خوب، در این زمینه خوشبینی هم وجود داره که کمک ها در حد کاستن نشن که ما با یک بحران و بنبست در امور روبرو شویم. دقیق، ما توقع ندارم که به حد پایین بیاین. مثلا ما در کنفرانس توکیو که من شخصا مسئولیتش داشتم، برای 4 سال آینده در حدود 18.5 میلیارد دلار ما تعهد جمع آوری کردیم. در بروکسل بازو پایین آمد، در حدود 15 یا 15.2 میلیارد بود. توقع نداریم که فردا و پس فردا تعهدات در میزان بروکسل هم باشه، ولی بازم توقع داریم که بالاتر از 10 میلیارد حداقل باشه. بسیار خوب، دومین سند چارچوب صلح انکشاف افغانستان به خاطر جلب کمک ها با اتکا بر دستاوردهای اولین سند طرح شده. چیز از دستاوردهای اولین سند چارچوب ملی صلح و توسعه میدانین وجود داشته دستاورده؟ فکر نکنم که این سندها در جمع‌آوری کمک ها و در تعهد تاثیرات به خصوصی داشته باشه. جامعه جهانی از وضعیت افغانستان خیلی آگاه هستند، کمی و کاستی که در حکومت داری و تعهدات و در صحیح انکشاف داره از او هم آگاه هستند. اضافه تر این سندها در این کنفرانس یک فرمولیته هست نسبت به اینکه بگویم که تاثیرگذار هستند. جامعه جهانی خودشان نگران است از اینکه وضعیت به طرف بحران در افغانستان خصوصا از نگاه اقتصادی و از نگاه بودجه‌ای نره، از خود تحلیلایی دارن. فکر میکنم که اینا به حد اقلش اینا تعهدات خواهد داشتن، نه به حدی که ما ضرورت داریم، و یا خصوص به خاطر که هم مشکلات طوری که قبلا هم عرض کردم مشکلات خودم داره، اونو علاقمندیشان هم کم شده. البته اگر ما پیشرفت عملی را در عرصه صلح می داشتیم، باز خود نتیجه ای کانفرانس مطلق متفاوت تر می بود. در اون وقت واقعا ما توقع کمک های
بیشتر می داشتیم، دراز مدت تر می داشتیم و اضافه تر فوکس سر مسائل انکشافی می بود نسبت به مصارفات بودیجوی معقد البته که ما نیاز داریم فلحال. بسیار خوب، یکی از مسائلی که مطرح هست، گزارش هایی که تایید ناشده وجود دارن، این است که در این نشست بیشتر کمک ها به گونه سالانه و استوار بر تعهدات تعهد خواهد شد. چیز در این باره هم شما شنیدین؟ این تنها در این کنفرانس نیست، در هر کنفرانس تعهدات مشترک، یک چارچوب تعهدات مشترک می باشند که از یک طرف جامعه جهانی تعهد با کمک می کنند و از طرف دیگی حکومت افغانستان تعهداتشان با یک سلسله اصلاحات، مبارزه با فساد و همچنان داشتن یک برنامه که این تعهدات از طرف حکومت افغانستان می باشند. بسیار خوب. در این عرصه البته گفته میتونم که حکومت افغانستان با اعتبار خیلی قوی با کنفرانس متاسفانه نمیره، ولی بازم گفتم که یک چارچوب به توافق خود رسید، شرایط سختتر از طرف جامعه جهانی وضع خود شد، خصوصا که حکومت افغانستان تا یک حد زیاد به اعتبار هست همراهیشان، مگر باز هم اینها کمک خواد کردن به خاطر جلوگیری از و یا از ترس بحران که کمبودی بودیجه و یا نبودی بودیجه طبعاً افغانستان رو برو می‌سازه بود. بسیار خوب، و کوتاه آقای زاخلوال در بخش معرفی سند چارچوب صلح و انکشاف افغانستان گفته شده که برای انکشاف افغانستان به عنوان یک اقتصاد خودکفا تولیدی و وصل شده به منطقه و جهان کار خواهد شد. ما میتونیم که به خود کفایی و افزایش رفاه مردم که در این طرح وجود است وجود داره برسیم. بسیار کوتاه، جامعه جهانی این حرفا را زیاد باور نخواهد کرد، خصوصا در نبود صلح و خصوصا با نظر داشتی که چنین تعهدات قبلا هم سپرده شده بود و نتیجهش باز در نتیجه خیلی موفق نبوده، در اسناد هست میشنوه، باور زیاد نمی کنن، ولی باز هم کمک خواهد کردن با مو دلایلی که قبلا هست رساند. تشکر بسیار آقای زاخلوال، وزیر پیشین مالی افغانستان، از حضورتان در برنامه. برمیگردیم به استدیو. اگر آقای صدیقی همکاران اتاق فرمان میگن که وصل هستند در برنامه، بسیار کوتاه دیدگاه از اونها را میگیریم. برمیگردیم باز به داخل استدیو. صدیقی صاحب، در بحث تفاوتهایی که گفتین وجود دارد، شما هم با آمادگی های متفاوت راهی نشست ژنو شدین. تشکر. برای کنفرانس ما قبلا عرض کردم اسنادی که در این کنفرانس دولت جمهوری اسلامی افغانستان به شرکای انکشافی بین المللی ما ارائه میکنه، سه سند بسیار مهم است که از این کنفرانس بیرون میشه. یکی چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان است که او یکی از پیش زمینه های ادامه کمک ها به کشورهای فقیر و نیازمند مثل افغانستان است. مطابق اعلامیه پاریس، مطابق آجندای آکرا و مطابق میارای OECD، کشورهای فقیر که مطالبه میکنن کمک های جامعه جهانی را، باید استراتژی های انکشافی میان مدت و دراز مدت داشته باشد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان ای تلاش کرده و این سند در همکاری و هماهنگی با تمام شرکای انکشافی بین المللی ما انکشاف داده. بحث دستاوردها هم من لازم به ذکر میدارم که دستاوردهایی که در افغانستان وجود داره، اینا دستاوردهای مشترک دولت جمهوری اسلامی افغانستان و شرکای انکشافی بین المللی ما است. به اول لحاظ اگر پیشرفت زیاد وجود داشته باشه،
در او صورت هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان و هم شرکای انکشافی بین المللی ما میتونن او را اذعان بکنن که ما اتفاق واقعا کمک های ما موثریت داشته و پیشرفت صورت گرفته. اما اگر در جاهای مشکلات وجود داشته، برنامه های ملی و انکشافی طبیعتا که متاثر از شرایط، متاثر از عوامل بیرونی می باشه و در اون قسمت درست خود عیار میکنه هر دو طرف. درست. در قسمت تعهدات هم سند دومی که از این کنفرانس بیرون میشه چارچوب مشارکت افغانستان است. در گذشته در کنفرانس ها چارچوبای حسابدهی متقابل از کنفرانس بیرون می آمد، اما این بار دولت جمهوری اسلامی افغانستان و شرکای انکشافی بین المللی ما به یک سطح جدید از ارتباطات خود ارتقا کردند و سندی که از این کنفرانس بیرون میشه سند دوم چارچوب مشارکت است. یعنی خود بیانگر از این است که افغانستان نه تنها که در گفتار و روی کاغذ بلکه در عمل هم متحد به این است که روابط خود با جامعه جهانی و شرکای انکشاف بین المللی دگرگون بسازه به سطحی که هم برای افغانستان مفید و مهم واقع شوه و هم درست. شرکای انکشافی و بین المللی ما علاقمندیشان و توجهشان افغانستان باقی بمانه. و سند سوم هم اعلامیه کنفرانس است که او هم بعد اقتصادی داره و هم بعد سیاسی داره. یعنی در این اسناد تمام شرکای انکشافی بین المللی افغانستان و همچنان دولت جمهوری اسلامی افغانستان روی اصول، روی روش ها، روی مکانیزم ها، برنامه ها و تمام اهداف که به او میخواهند دست پیدا بکنن به تفاهم میرسن و بعد از اون مطابق همی اسناد اینا برنامه ها و پلان های خود عملی میسازن و تطبیق میکنن. بسیار خوب، تشکر. بسیار آشومی سب چارچوب سند چارچوب صلح و انکشاف افغانستان را دومین سندش را حتما شما هم از نظر گذاشتاندین. بسیار بحث های خوب در این سند جا گرفته جا داده شده و جا گرفتن، اما واقع بینانه هستن، عملی هستن، چیز میگین داری بوره. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام به شما و بیننده های عزیز. از لحاظ محتوا نوشتاری یک سند خوب آماده شده، ولی متاسفانه اونطور که ما طی 20 سال گذشته اسنادهای بسیار خوبی را آماده کردیم، در کنفرانس های بین المللی تعهدات متقابل سپرده شد، تعهدات از جانب حکومت افغانستان و از جانب جامعه بین المللی، متاسفانه دستاوردهای آنچنانی نداشته. ما در شرایط و در حالتی به طرف کنفرانس 2020 تعهدات جامعه بین المللی برای افغانستان میریم که در یک شرایط بسیار ناگوار قرار داریم. از یک طرف بحران امنیتی، از طرف دیگه بحران کرونا، از طرف فساد گسترده و از طرف دیگه هم مشکلات مسائل عدم زیربنا، اینا همه مسائل چالش های هستند که امروز کاملا هویدا است. با این یک دستاورد ما میریم به طرف کنفرانس ژنو میریم. در همونطور که ما گفتم در محتوا بسیار خوب آمده شده، در بحث خصوصا مشخصا در بخش مارکت بیلدینگ سه تا موضوع بسیار مهم و عمده را اونجا انداختن که یکی مسئله معدن افغانستان است، دیگه مسئله موضوع مسئله زیربنا هست، مسئله اتصالات منطقوی هست. اینا موضوعات بسیار خوب هست، در تعهدات گذشته در NPDF اول هم اینا وجود داشت و تعهدات سپرده شده بود، ولی متاسفانه ما دستاورد ملموس در عرصه‌ها نداریم، بسیار کمتر کار شده. یعنی یک برنامه موفق ما در سایه معادن کاملا ما میتونیم بگیم که ناکام بودیم. ما چقدر سرمایه‌گذاری جلب کردیم در عرصه انکشاف معادن؟ آقای صدیقی میگه که دستاوردها پیامدش همی است که ادامه تعهد میشه در نشست ژنو. خوب است، یعنی شما ببینید یک مقدار موضوعات بسیار واضح زاخلوالس هم بیان کردن. یعنی تعهدات جامعه جهانی اوورال با در نظر داشت شرایط افغانستان است. یعنی تعهد دراز مدتی که بر افغانستان دارن اونا نظر به آن چیز یک فرمولیته است که ما یک اسناد و یک تعداد اوراق می بریم که ما در حالی که جامعه جهانی همه روزه درگیر مسائل افغانستان هستن، اونا از مسائل افغانستان آگاه هستن، همه روزه شاهد مسائل. یعنی وضعیت کنونی افغانستان بازگو کننده دستاورد ما است که ما براتون گفتم که امنیت بسیار شکنن ما امروز داریم. یعنی اصلا مثلا فساد گسترده، بیکاری، فقر ما در سال 2017 34% بود، امروز به بیش از 55%. اینا همه دستاوردهایی است که ما داشتیم تا چند سال گذشته. درست، نه دستاوردهایی که عکس هدف بوده. یعنی شرایط خودش بازگو کننده دستاوردهای ماست. یعنی خود واضحا میرسونه که ما تا چند سالهای گذشته چی دستاوردهایی داشتیم. بسیار خوب، کبیریس شما دخیل هستین در نشست فردا، هم نشست هم در این باره دارین فردا.
نخست درباره به سند چارچوب صلح و انکشاف افغانستان در صفحه نخست این سند که معرفی است و معرفی شده بسیار خلاص اهداف این سند بس از بین بردن فقر، انکشاف افغانستان به عنوان یک اقتصاد خودکفا، تولیدی وصل به منطقه و جهان، سرمایه گذاری بالای نهادهای قوی شهروند محور، اینا جا گرفتن همه در این سند. اما چقدر واقع بینانه هستن، عملی هستن؟ مثلا رسیدن به خودبسندگی در بخش اقتصاد یکی از سوالهای کلان است. تا 2025 میتونیم این کارا را کردن؟ تشکر. بحث خودبسندگی اگر آغاز بکنیم، این دیدگاه قسمه که وزیر ازبق مالیه گفتن از سال 2012 میلادی به این طرف تحت عنوان اجندای خودبسندگی و جهانیان پیشکش شد و دیدگاه می بود که آهسته آهسته بالاخره ما بتونیم تا سالهای 2025 به خود کفایی بریم و در اون وقت پیشبینی ها و سنجش های اقتصادی خیلی خوشبینانه بود و سال هم در جنگی و اتفاقی که آیا می کنن و متاسفانه واقعیت های این قسمه که سفای دوستان و عرض کردن گفتن و شاهد از او هستیم برعکس از ایره حکایت میکنن و سنجش های و پجوش که ما مشترکن با انجام داریم. ما یک شما مشکل پیدا کرده کبریس همکار ما بین خدمت شما اسلام میکنن مشکل را میریم با آقای فرزام. مشخصا دید شما را در امی باره میپرسم. آغاز برنامه است بس سنده که به انتظار داریم به اساس می سند ما به تعهدات و ادامه تعهدات جامعه جهانی را کسب بکنیم، با همی سند میشه کار؟ بسیار زود تشکر. من تصور میکنم که سندی که ارائه شده تحت عنوان چارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان و قرار سر برنامه فردا در کنفرانس جنوا ارائه شود چند تا مشکلی بسیار جدی داره. بحث اولی که شما مطرح کردین، این سند یک بخش کلان از این سند بیشتر یک لیستی از آرزوهایی است که ما در سر پروراندیم و گفتیم که ما میخوایم افغانستان تا سال 2025 مثلا به خودکفایی مالی برسه و امثال از اینا، فقر کاهش پیدا کنه، نابسامانی‌های اقتصادی کاهش پیدا کنه. بخش دوم مشکلی که در این سند وجود داره این است که وقتی شما یک سند استراتژیک میسازین برای توسعه یک کشور، سند شما باید مبتنی بر محاسبات علمی باشه، سند شما باید مبتنی بر مطالعات باشه که شما بر مبنای یک سلسله ارقام، بر مبنای یک سلسله آمار و بر مبنای یک متدولوژی مشخص بیاین ارزیابی کنین و در نهایت ارائه کنین که مثلا تا سال 2025 ما چگونه میخواییم به خودکفایی مالی برسیم. این یک از موارد بسیار اساسی است که متاسفانه در سند گنجانده نشده، به خاطر بیشتر یک تحلیل نسبتاً سطحی از وضعیت افغانستان است که ما می‌خوایم مثلا به خودبسندگی مالی برسیم، فقر را کاهش بدیم. بر مبنای یک مطالعات منسجم و سیستماتیک و نظاممند استوار نیست که ما بتانیم بر مبنای از او برنامه‌ای عمل خود طراحی کنیم تا به او اهداف تعیین شده برسیم. در افغانستان ما در سال‌های قبل هم استراتژی‌های داشتیم، مثلا استراتژی انکشاف ملی افغانستان ساخته شد ولی متأسفانه در جریان 5 سالی که قرار بود استراتژی تطبیق شود به اهداف مشخص برسه، ما حتی به 50% از اهداف تعیین شده در استراتژی خود نرسیدیم، به خاطر که اولا طرح استراتژی ما بر مبنای مطالعات درست و دقیق استوار نیست، دوم مکانیزم‌های تطبیقی به خاطر رسیدن به اهداف تعیین شده در پلان‌های استراتژیک معمولا در نظر گرفته نمی‌شه. بسیار خوب. در سند کنونی هم همو حداقل امکانات در نظر گرفته نشدم، مثلا تا 30% هم اگر عملی باشه یک بحث خوب است. قطعا من فکر میکنم که ساختن از استراتژی هم قسمی که دوستان مطرح کردن یک از تعهدات سپرده شده افغانستان در کنفرانس 2016 بوده که ما با یک استراتژی جدید انکشافی میایم در حضور جامعه جهانی به خاطر تداوم کمک های از اینا و این سند را اینا به اون مبنا ساختن. من فکر نمیکنم که این سند معیار باشه یا مبنای باشه به خاطر از اینکه کمک‌های جامعه جهانی بر مبنای از این استوار شد. مسئله اساسی تر من فکر میکنم بعضی دستاوردهایی که در این سند مطرح شده به شدت غیر واقع بینانه است. شما اگر با شاخص‌های مهم اقتصادی نگاه کنین در جریان پس از سال 2016 تا به امروز،
شما میبینید که ما در وضعیت بدتر قرار داریم. فقر اقتصادی، فقر مطلق افزایش یافته، سطح بیکاری افزایش یافته، ناامنی افزایش یافته و مرقمی شما تمام شاخص‌ها را ارزیابی کنین، ما به جایی نرسیدیم که ادعا کنیم که ما بر مبنای از این دستاوردها کمک های جامعه جهانی بیشتر جلب کنیم. بسیار خوب. کبری صاحب، شما بفرمایین، از پژوهش در باره مسائل گفتیم. این با پروسه دو رویکرد داره، یکی رویکرد سیاسی قضیه است، یکی رویکرد تکنیکی اقتصادی است که جناب استاد اشاره کردن و همچنان آقای وزیر گفتن که پروسه یک فرمولته داره و به می شکل پیش میره. اما در یک بحث استراتژیک و کلان نگاه کردن افغانستان در محراق توجه دنیا در حالی که کنفرانس صلح دوحه همچنان سایه افغانده سر پروسه اقتصادی و تصمیم گیری های دونرها، با وجود از وام سند را که مشترکاً حکومت افغانستان با دونرها در یک زد و بند تکنیکی تا اینجا درست کردن و نوشتن، اما حوصله مندی از دو طرف نشان میده. جامعه جهانی خسته هستند و یگانه روزنه امید از یا پروسه صلح است که بتونند در آینده به اساس از او کمک های خود وارز کنند به افغانستان، با سازی را در نظر دارند، موضوعات اقتصادی بعد از جنگ در نظر دارند. اما دو تا یک مرحله که ما قرار گرفتیم که سناریوی صلح و جنگ هنوز به درستی معلوم نیست. با وجود از وام کوشش حکومت افغانستان و جامعه جهانی مبنی بر ازی که همین سطح فعلی کمک ها را حداقل برای یک چند سال دیگه ادامه بدن که تا یکی از سناریوی قابل قبول به ما و به دنیا واضح تر آشکار شوه و ما بفهمیم که به کدام مسیر میریم. اما از نگاه تکنیکی آنچه را که دوستا گفتن وارد است. ما با وجود از وام فکر کنم که این پروسه را در ذات خودش افغانستان در میراق توجه نگاه کردن و یک مقدار کمک را جلب کردن یک پیام خوبی بر مردم افغانستان خواهد باشد. بسیار خوب، برمیگردم آقای کبیری و ادامه محفر تا چند لحظه دیگر. ادامه برنامه بریم به طرف آقای صدیقی. صدیقی صاحب، در جریان برنامه هستین. کار بسیار سازنده برای جلب کمک ها نشده، اگر بحث سیاسی مثلا نباشن نمیتونیم که کمک ها را جلب بکنیم. دستاورت ها دیده میشه که بسیار اندک و ناچیز و ناپایدار هستن و تعهدات هم بسیار عملی نشدن. در سند هم مسائل جا داده شده که بسیار آرمانگرایانه است. تشکر. من فکر میکنم دید دوستای محترمه که ابراز نظر کردن بیشتر طبیعتا از یک موقف و از یک جایگاه خاص خودشان نظریات خود شریک ساختن، اما آن چیزی که مهم است البته تنها در کنار این که چارچوب ملی صلح انکشاف افغانستان چه نوع سند است و چقدر عملی است، در پهلوی از او باید همچنان به این فکر بکنیم که این چی نوع سند نیست. ما احساس میکنم ملاحظات که همکارا و دوستا داشتن در قسمتی که خیلی آرمانگرایانه هست، بر مبنای مطالعات نیست. چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان کدام سند تحقیقی علمی نیست، این یک استراتژی است، یک دیدگاه است که دولت در افغانستان آینده تعیین کرده و میخواد به او برسه. بسیار استراتژی باید عملی باشه یا نه آقای صدیقی؟ بله بله طبیعتاً. چقدر عملی است این سند؟ ببینین، ما به ادامه صحبتایم امی که استراتژی انکشافی افغانستان یک دیدگاه است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر مردم افغانستان ایجاد کرده و او را به شرکای انکشافی بین‌المللی ما ارائه کرده. تطبیق این استراتژی قسم کمکارا گفتن مکانیزمای تطبیقی در این روشن نیست. من فکر میکنم اگر سند بیشتر و دقیقتر مطالعه بکنن خیلی روشن است که این استراتژی از طریق برنامه‌های ملی دارای اولویت که 15 برنامه هست زیر سه اصل صلح‌سازی، دولت‌سازی و بازارسازی یا مارکت‌سازی تنظیم شده. یعنی در واقع این استراتژی از طریق همین برنامه‌ها تطبیق میشه. یک چیز دیگر هم که من باید روشن بسازم این است که قبلا هم عرض کردم اگر در افغانستان پیشرفت وجود داشته، پیشرفت مشترک دولت جمهوری اسلامی افغانستان و شرکای انکشافی و بین‌المللی ما است، به خاطر که کمک‌هایی که برای افغانستان در این کنفرانس‌ها تعهد میشه
تمام او مبالغی که برای چند سال تعهد میشه، تمام مبالغ در اختیار دولت جمهوری اسلامی افغانستان نمی باشه. یک مقدار از او را خود شرکای انکشافی بین المللی تطبیق میکنند. پس اگر پیشرفت وجود داشته باشه، من پیشتر عرض کردم پیشرفت مشترک است، اما اگر بسیار. مشکلات تابشه هم وجود داشته باشه، او مشکلات هم میتونه که در نظر گرفته شود در استراتژی های پیش رو. از بابت ای که خیلی آرزومندانه در این سند بحث شده و دیدگاهی که در اینجا گنجانیده شده او عملی نیست و شاید به او نتانیم دست پیدا بکنیم، ما چند موضوع را باید در نظر بگیریم. یکی ای که همیشه ما پلان ما و آرزوی ما باید به سطح باشه که ما بخواهیم افغانستان به اوجا برسه، و این دقیقا چیزی است که در این سند انعکاس پیدا کرده. ما میخواهیم افغانستان خودکفایی اقتصادی برسه، ما میخواهیم افغانستان وابستگی مسئله کم شود. بسیار خوب، مسئله آرزو و دورنما، هر شهروند میخواهد که کشورش بهترین کشور و مرفه‌ترین کشور باشه، اما واقعیت حاکم چیز دیگه است. ما شما باید بر اساس واقعیت ها برنامه های خود را طرح‌ریزی بکنیم. گفتین میکانیزم عملی وجود داره، مثلا تا سال 2025 چگونه فقر زدایی میکنین و به یک اقتصاد خودکفا با تولیدی و وصل شده به منطقه و جهان میتونین برسین؟ ما قبلا هم عرض کردم که امی برنامه های ملی دارای اولویت که در زیر مجموعه سه اصل استراتژی تنظیم شده، در بخش صلح‌سازی برنامه هایی است که هم توجه خاص به مهاجرین و عودت کنندگان داره، هم در بخش تقویت امنیت و ثبات داره، و هم در بخش انکشافی داره. به عین شکل در بخش یا زیر مجموعه اصل دولت‌سازی موضوعات مرتبط به محو فساد، بلند بردن موثریت برنامه های انکشافی، کاهش فقر، ارائه خدمات خوبتر و بهتر، تمام این موضوعات در اونجا گنجانیده شده. و از زیر مجموعه اصل مارکت سازی یا بازارسازی، قسمی که قبلا بیشتر کبیری صاحب گفتن، دولت جمهوری اسلامی افغانستان پلان داره که ما با سکتورهای کلیدی که واقعا منابع خود افغانستان است بالای از اونا سرمایه گذاری بکنیم، و تا بتانیم از عوایدی که از او آدرس جمع‌آوری میشه بیشتر از پیش افغانستان بتانه مصارف خودش بپردازه و اتکای ما به کمک‌های بیرونی به صورت روزافزون کمتر شود. اما یک چیز را باید داشته باشیم، عوامل هم هست. بسیار خوب، به این مسائل میپردازیم آقای صدیقی، اما همین دو بحثی که شما میگین، کاهش فقر، بس فساد را ایجاد نمیکنیم، کاهش فقر و بس بازارسازی، در هر دوی از این نمونه دارین شما که رو به بهبود باشیم؟ از 2017 تا حال وضع ما چگونه بوده نزدیک به 2021 است؟ ببینین، از سال 2016 میلادی، یعنی کنفرانس بروکسل که در سال 2016 برگزار شده بود و او سال بود که شرکای انکشافی و ایملالی بر 4 سال کمکایشان را بر افغانستان تعهد کردند. در او کنفرانس وضعیت طور پیش بینی شده بود که افغانستان به صورت تدریجی و به صورت منظم رشد تولید ناخالص ملی می داشته باشه. ما حتی سال گذشته قبل از وقوع بیماری همگیر کرونا پیش بین بودیم که افغانستان حداقل به رشد اقتصادی چیز بیشتر از 3% برسه، که این خودش رشد تدریجی را نشان میده. اما متاسفانه وضعیت کرونا را هیچ کس در جهان پیش بینی نکرده بود و او باعث شد که ما برای سال و حداقل برای چند ماه پیش روی سال آینده هم رشد منفی در اقتصاد خود داشته باشیم. به عین شکل موضوع کاهش فقر شما یادآوری کردین، در کنار از اینکه اقتصاد رشد کرده، چرا فقر رشد کرده؟ او به این دلیل است که اینجا حضور نیروهای خارجی کم شد، موضوع بیکاری بیشتر شد، مهاجرین سیلش به افغانستان برگشت، رشد نفوس در این تاثیرگذار است و سایر موضوعات هست که او پیش بینی شده میتونه، اما هیچ وقت به صورت قطعی سنجش شده نمیتونه. بسیار خوب، همین مسئله را آقای فرزام گفتن که باید علمی و استوار بر مطالعات باید برنامه ها ریخته شوند تا نتیجه بتن، آرمانگرایانه ره به جای نخواهد برد. بریم به استدیو با آقای کبیری از سر میگیریم بس را. بالاخره فردا و پس فردا چی خواهد شد؟ انتظار ما کم از کم 3.8 میلیارد دلار کمک در سال است. بعد از خواهیم آورد.
ما فکر میکنم که یک چیز کمتر 3.8 امو سطح کمک‌هایی است که سالانه در بخش ملکی انکشافی افغانستان فعلا دریافت میکنه و از سال 2018 به این طرف مصرف کرده، اما روند کمک‌ها قسمی بوده که آهسته آهسته اینا کاهش یافتند و همچنان فضای کلان سیاسی افغانستان تغییر کرده، اولویت کشورهای تمویل کننده تغییر کرده، روال بین‌المللی رژیم بین‌المللی کمک‌ها بعد از موضوع کرونا تغییر کرده و به این دلیل همچنان که ما نگران کاهش کمک‌ها هستیم، نگران امتداد از این در سال‌های آینده همچنان میباشیم. امیدوار هستیم که کنفرانس یک مقدار بتونه پیش بینی در قسمت کمک‌ها بکنه، حداقلش تا 4 سال، یایی که سطح کمک‌ها را در حدود 3 الی 3.5 میلیارد دلار سالانه نگاه کنه که دستاوردهای فعلی حفظ شود و نظام و خدمات اساسی را بتونه اجرا کنه. هرچی که هر قدری که کمک‌ها کمتر میشه، بالاخره صدمه‌ش مردم افغانستان می‌بینه. فقر شما اشاره کردین و همکارا در مجموع به شکل اشکال از دید تکنیکی پروسه ها از گذشته به این طرف همه کشدار و مریض ناقص بودن، اما در یک تصویر کلان نگهداشت افغانستان در میراق توجه دنیا و نزدیک ساختن از به یک پروسه صلح راه حل درازمدت است و با کوشش افغانستان و مردم و دولت افغانستان مشوایی باشه، همچنان که خارجی ها کاغذ ها را همچنان مشترک با حکومت تولید میکنن، اینا میفهمن واقع گرایی و عدم واقع گرایی و عمل گرایی و عدم عمل گرایی از اینا را. اما این آخر روز یک رویکرد کلان سیاسی داره، دنیا به خاطر منافع استراتژیک کلانش در اینجا حضور داره، به می قسمی که اینا 4.5 میلیارد دیگر از دیگه بودجه به خاطر کمک های نظامی به افغانستان پرداخت میکنن. افغانستان یک کشور مزدبگیر و یک رانتیر استیت است، هر زمانی که کمک های خارجی قطع شده رژیم و نظام از هم پاشیده. بنابراین به او اساس کمک کوشش ما و مجموعه مردم افغانستان به این باشه که کمک ها کمتر مشروط باشه، کمک ها بتانه به مردم برسه و میکانیزم های شفافیت بیشتر باشه و این کمک ها حداقلش وضعیت فعلی را بتانه تا جایی که ما به یک پروسه صلح و به یک آینده خوبتر برسیم مدیریت کنه. بنابراین در این پروسه ما بسیار زیاد نقد شدید تکنیکی انجام داده نمیتونیم. اگر از نگاه پژوهشی باشه، پژوهش مشترک را که ما با بانک جهانی انجام دادیم، تا سال 2030 را بودجه افغانستان 18% کسر داره، حتی اگر صلح بیاید. با وجود صلح این کشور وابسته است از نگاه اقتصادی تا سالهای بسیار زیاد، دیدگاه خودکفایی و چیزها یک مقدار توهمی است، یک مقدار بازار سیاسی داره در گذشته داشته، اما ارقام آداد که اگر مدیریت حکومت... کار هم درست شوه و از امین گونه ادامه، حتی اگر مدیریت کار درست شوه، حتی اگر موادن استخراج شوه و پروسه استخراج از آغاز شوه و مارکت های بین المللی را کوشش کنیم که پیدا بکنیم، تا 10 سال دیگر افغانستان به شدت وابسته به کمک های جهانی است. بسیار خوب آشومی صاحب، با ادامه کمک های کمتر از گذشته و وضع بدتر چه از راه گذر اقتصاد و فقر و چه هم واگیری ویروس کرونا، میتونیم مدیریت بکنیم با همین پول ادامه کار را و ادامه امور را؟ اول اجازه بدین که ما یک موضوع را در رابطه با خود ازی صنعت یادآوری بکنم. در خود ازی صنعت آن چیزی که جا داده شده به عنوان دستاورد یک سلسله مسائل لیست شده. گذشته از این صنعت بیشتر انعکاسنده دیدگاه دولت است، در حقیقت شرکای اصلی دولت دیدگاهش اینجا گرفته نشده، مثلا سکتور خصوصی افغانستان انجن کلان اقتصادی مملکت است. در مشوره با سکتور خصوصی مثلا این صنعت کمتر، سکتور خصوصی کمتر نقش داشته مشوره شد. در سند قبلی اونجا به نام PSD-NPP یا امو اولویت های برنامه های داره اولویت برای انکشاف سکتور خصوصی افغانستان 250 فعالیت پیش بینی کرده بود که در 4 سال گذشته 100 فعالیت از او انجام شد یا به گزارشاتی که خود حکومت میده. باز این برنامه های داره اولویت از این سند کشیده، یعنی به این معنا که با وجود که سکتور خصوصی افغانستان روی ازی اصرار داشت که بعد اینی برنامه ها ادامه پیدا بکنه، به خاطر سکتور خصوصی افغانستان نیاز داره تا این چالش ها برداشته شود، به عنوان شریک بزرگ یا انجن اصلی اقتصاد افغانستان باید این فعالیت ها و این برنامه های داره اولویت ادامه پیدا بکنه، ولی متاسفانه کمتر توجه شد و این فعالیت ها یا برنامه های داره اولویت در نظر گرفته نشد. یک سلسله فعالیت هایی را که بین سیاه فکر نکنیم، یک سلسله فعالیت ها، یک سلسله دستاورد ها بوده از طرف حکومت. مثلا در خود از این سند آمده که مثلا اصلاحات در بخش فعالیت های اقتصادی یا دوینگ بزنس در افغانستان، اجراعات بحث فعالیت های تجارتی و غیره، مسئله جواز مطرح کردن که ما جواز مثلا ساده ساختیم پروسه، در حالی که تاثیرات بسیار منفی گذاشت، یا مثلا گفته شده که مثلا دهلیزهای هوایی ما ساختیم. یک خوب است برای معرفی
تولیدات محصولات افغانستان به صورت مقطعی ولی پایدار نیست، به خاطر که به یک نوع سبسایدی پرداخته میشد. دیگه مسئله سیاست اتاق بازی ها بود که مثلا یک اتاق به چندین اتاق تبدیل شد، بالاخره یک نوع سیاست اهمالی طوری بود که کنترل یا مداخله در امور مسائل سکتور خصوصی بود. اینا همه به عنوان دستاورد این سند آورده شده که در حقیقت اینا تاثیرات یا موثریت آنچنانی به منظور رشد اقتصادی افغانستان نداشت. دهلیز های هوایی یا دهلیز های زمینی که هنوز هم با چالش های جدی مواجه است و ما استفاده عملی نتونستیم که از این دهلیز ها بکنیم. بسیار خوب، میتونیم با کاسته شدن کمک ها به گونه کار را پیش ببریم و وضعیت را حداقل به گونه که از نگاه بکنیم. پیش بینی ها نشان میده که ما اگر کمک های جامعه بین المللی کمتر شود ما با مشکلات جدی مواجه میشیم، یعنی در حالی که دولت کوشش میکنه که ما با کم شدن کمک های جامعه جهانی بتونیم راهکارهایی را روی دست بگیریم که ما هنوزم بتونیم که به فعالیت خود دوام بدیم یا مصارف کاهش بدیم یا غیره و غیره، اما فکر میکنیم تا زمانی که ما متکی به منابع اقتصادی خود نشیم، مثلا استخراج معادن یا منابع بومی خود نشیم، فکر کنم وابستگی ما همونطوری که کبیر صاحب اشاره کردن تا 10 سال 20 سال آینده نظر بگذار بانک جهانی ادامه پیدا کنه، شاید فقر بیشتر شوه، بیکاری بیشتر شوه و بحران امنیتی و سایر مسائل دیگه بیشتر شوه. حتی بحران امنیتی اگر صلح هم داشت یقینا ما هم در بحران امنیتی قرار داریم. محمد رضا شاهد بحران امنیتی هستیم، در تمام در بیش از 20 ولایت کشور ما جنگ جریان داره. تشکر آقای فرزان. چندین شاخصه مطرح شد که میتونه اثرگذار باشه روی کاهش کمک ها. بحث صلح افغانستان که در یک وضع مبهم قرار داره، بحران جهانی کرونا بر اقتصاد کل کشورها اثر بد داشته و ما انتظار ادامه کمک ها تا 4 سال را داریم. نخست بر 4 سال میتونیم کمک ها را به دست بریم، دوم با این کمک ها میتونیم اوضاع و کارهای خود را مدیریت بکنیم چنان که لازم است. تشکر. من میخوایم که در پاسخ سوال شما به دو مسئله اشاره کنم. بحث اولی است که کشورهای دریافت کننده کمک به لحاظ تاریخی به یک چالش جدی مواجه میشن که این چالش منجر به وابستگی یا تداوم وابستگی مالی از اونا به کمک های جامعه جهانی میشه. همه تصور میکنن که کمک های جامعه جهانی ادامه پیدا میکنه، کمک های جامعه جهانی ناگزیر است که برای بقا، برای ثبات خودشان، برای امنیت بین المللی کمک های خود به افغانستان ادامه بده. این نوع نگاه منجر به شکل گیری یک رفتار غیر عقلانی در درون سیاست گذاران اقتصادی میشه که اینا از انجام دادن اصلاحات ساختاری، از انجام دادن اصلاحات بنیادی در اقتصاد داخلیشان خودداری میکنن، چون فکر میکنن که کمک های جامعه جهانی بر حال ادامه پیدا میکنن. این رفتار غیر عقلانی رو متاسفانه ما در افغانستان هم دیدیم. هنوز هم که شما در هر روز رسانه ها ببینین همه تصور میکنن که جامعه جهانی مجبور است به افغانستان کمک کنه و این نوع نگاه باعث میشه که ما از انجام دادن اصلاحات بنیادی در قوانین، در پروسیجرها، در بروکراسی، در مبارزه با فساد، در تقویت زیربناهای اقتصاد داخلی در واقع توجه ما کمتر شده، متمرکز نشه. اما در سند به همه مسائل پرداخته شده و تعهد شده که از میان برداشته شوند مشکلات دقیق موجود. ولی بحث ما چیست؟ بحث ما است که ما یک دهه قبل هم چنین سند را ارائه کردیم. استراتژی انکشاف ملی افغانستان در قالب 3 بحث کلان مطرح شده: انکشاف اقتصادی، حکومتداری خوب، نمیفهم حقوق بشر و مسائل اجتماعی، ولی به هیچ کدام از اینا نرسیدیم، به خاطر که ما اولا برنامه ها را بر مبنای بیشتر امونگاه های آرمانگارانه خود ساختیم. بحث دومی است که مکانیزم های تطبیقی برای ازی نداشتیم. بحث دیگه هم است که ما مطمئن هستیم که کمک های جامعه جهانی ادامه پیدا میکنه تا ابد، بنابراین تلاش نمی کنیم که اصلاحات جدیتر را روی دست بگیریم. بحث دیگه ای که به نظر من مهم است، یک بحث تداوم کمک های جامعه جهانی است، یک بحث مؤثریت کمک های جامعه جهانی است. ما در افغانستان یک از بزرگترین کشورهای کمک کننده، دریافت کننده کمک بودیم در جریان 20 سال اخیر، ولی شما اگر بیاین مؤثریت از کمک ها در داخل افغانستان بررسی کنین، متاسفانه حتی متفکرین کلان وجود دارن در مورد افغانستان می نویسن و ادعا دارن که کمک ها عملا در داخل افغانستان به شکست موجه شده. از این جهت من فکر میکنم که
تمرکز اساسی ما روی ایجاد مکانیزم‌های به خاطر مصرف مؤثر کمک‌ها باشه تا اینکه ما تلاش کنیم که مقدار کمک‌ها افزایش پیدا کنه. به هر میزانی که مقدار کمک‌ها افزایش پیدا می‌کنه، تجربه‌های تاریخی نشان می‌ده که در کشورهای مثل افغانستان فساد گسترش پیدا می‌کنه، در کشورهای مثل افغانستان منجر به وابستگی بیشتر و تداوم وابستگی بیشتر میشه. بحث ما این است که دولت افغانستان در قدم اول وقتی کمک‌ها را دریافت می‌کنه در جریان 4 سال آینده که مطمئناً یک بخش از کمک‌های جامعه جهانی جریان پیدا می‌کنه، ولی برنامه ما به خاطر مصرف مؤثر کمک‌ها چیست؟ ما در کدام سکتورها باید کمک‌ها را مصرف کنیم؟ گزارش‌های زیادی هست که نشان می‌ده که فسادهای میلیاردی در داخل افغانستان صورت گرفته. شما می‌بینید که در وزارت معارف نزدیک به 1 میلیارد دلار ما پرونده فساد داریم، در برشنا در سکتور انرژی افغانستان 3 میلیارد دلار ما پرونده فساد داریم. اما همه اگر شما ارزیابی کنین، بیاین در مرحله اخیر در بودجه کرونا ببینین صدها میلیون افغانی از امی کمک‌های جامعه جهانی غارت شده، دزدی شده و هیچ کدام از این کمک‌ها، این بخش اعظم افغانستان اصلا از این کمک‌ها مستفید نشدن متاسفانه. بنابراین اگر بحث ما است که ما به پایداری برسیم، نیاز است که ما مکانیزم‌های مشخص رو روی دست بگیریم که این کمک‌ها به گونه‌ای مؤثر مصرف شود و در اختیار مردم قرار بگیرن. تشکر بسیار. آخرین پرسش از شما آقای صدیقی، سه گزینه پیشنهاد کرده حکومت افغانستان و روی میز مگذاره فردا درباره ادامه کمک‌ها. نخست 3.8 میلیارد دلار با بهبود رشد اقتصادی، دوم 2-3 ادامه وضع کنونی باندک بهبود، و سوم هم بیش از 16 میلیارد در 4 سال که وضع کنونی را به گونه ادامه بدیم و دوام بیاریم. خوشبین هستین که یکی از این گزینه ها کم از کم تعهد شوه و بسره که آقای فرزام گفتن در باری مؤثریت کمک ها چیز تا حال در حکومت فکر شده؟ در قسمت سناریوهایی که شما عرض کردین، او سناریوهایی است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مشوره بسیار نزدیک، ما میخوایم یک موضوعی را که قبلا هاشمی صاحب گفت که سکتور خصوصی در این زمینه با اونا مشوره صورت نگرفته، ما این سند در مشوره بسیار نزدیک با تمام شرکای سکتور خصوصی ما انکشاف دادیم و اونا در تمام مجالس ما اشتراک داشتن، حتما هاشمی صاحب هم در جریان میباشند. و در قسمت سناریوها این چیز هست که همون جنبه عملیگرایی و واقع بینانهی خود استراتژی را بیشتر می‌سازه. یعنی ما یک گزینه نداریم، اگر وضعیت به یک شکل خوب شود، صلح در افغانستان حکم فرما شود و موضوعات جنگ و مشکلات امنیتی از بین برد، در او صورت زمینه سرمایه گذاری بیشتر میشه، زمینه علاقمندی بیشتر دونرها به افغانستان فراهم میشه و از بابت از او ما میتونیم پیشرفت بسیار خوب داشته باشیم. در این حال اگر مشکلات ادامه پیدا بکنه یا خدای نخواسته وضعیت از این هم خرابتر شوه، طبیعتاً که وظیفه دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم این است که تمام گزینه ها رو روی میز داشته باشه. در قسمت مؤثریت کمک ها تشکر بس. قبلا هم وزیر صاحب یادآوری کردن که ما چارچوبای حسابدهی متقابل داشتیم، یعنی دولت به شرکای انکشافی بین‌المللی حساب میداد از پیشرفت‌های خود و شرکای انکشافی بین‌المللی از نقش خودشان در افغانستان برای دولت و مردم افغانستان باید حساب میدادند و این فعلا هم جز از امو اصول هست که بر مبنای از او دولت و شرکای انکشافی بین‌المللی آمدن به این کنفرانس و توقع همی میره که به او تفاهم ادامه بدن و هر چقدر تلاشی که امکان داره صورت بگیره تا بالاخره نفع تمام همی کمک ها به مردم افغانستان برسه آنچنان که در این سند انعکاس یافت. تشکر بسیار آقای کبیری. بسیار کوتاه، اگر از این سناریو یا گزینه که یاد کردم یکی هم قبول نشه، کمتر از این پول را از نشست فردا و پس فردا به دست بیاریم، گزینه دیگر داریم به خاطر جبران این مسئله؟ متاسفانه حکومت و مردم افغانستان به چالش مواجه میشن. باز در او قسمت حکومت تنها مخاطب ما نیست، این کمک ها به مردم افغانستان صورت میگیره و به نظام افغانستان صورت میگیره و از در دو طرف توقع خویشتنداری داریم. حکومت به بحث فساد باید بپردازه، ما کمک های بین المللی را به ودیعه نگیریم و دنیا را گروگان نگیریم. دنیا در روی یک استراتژی کلان با ما همکار هستند و از ما صلح همچنان میخواهند و مطابق از او اینا برنامه خود عملی میسازند. در او صورت ما نگرانی خود ابراز میکنیم.
یک تعداد زیادی از شرکای بین المللی که به اجندای اصلاحات در افغانستان باور دارند و به اجندای فقر زدایی باور دارند، به اجندای انکشاف باور دارند، اینا من مطمئن هستم که نگران از این میشن و کمک تحت شعای سیاست قرار میگیره. همه قسمی که 10 شرط شما دیدین، 10 شرط بسیار شدیداً سیاسی است، به شمول آتش بس و بسیار موضوعات دیگه. و همچنان ما میبینیم که پروسای اقتصادی را پروسای سیاسی گروگان میگیره، پروسه دوهم میایه و وضعیت اقتصادی مردم افغانستان خراب میکنه. در اون صورت ما هر دو طرف به خشتنداری دعوت میکنیم، همچنان که دونرا باید از همی سفر رقم رای ما پیمودن تا به سر منزل مقصود امرای ما کمک کنند. بله، طالبان هم واکنش داشتن برای شست فردا و پس فردا. آقای هاشمی، به گزینه بدتر از سه سناریویی که حکومت در نظر گرفته هم در راه است، با چه پیامده؟ ما همونطور که خدمت شما قبلا گفتم، متاسفانه اگر ما بود یک حالت مواجه شویم که کمک های بین المللی به شدت کاهش پیدا بکنه، متاسفانه افغانستان در یک وضعیت ناگوار قرار میگیره، فقر افزایش پیدا میکنه، بیکاری افزایش پیدا میکنه و متاسفانه شرایط حالتی را پیش میاره که مردم افغانستان در بسیار وضعیت ناگوار خود قرار گرفته. بدیل هم نداریم که وضعیت مدیریت شده بگوییم. بدیلش این است که حکومت افغانستان با جدیت، با قاطعیت، صادقانه با مسئله فساد باید مبارزه بکنه. فساد یکی از عوامل گسترده فقر و بیکاری در افغانستان است. همونطور که گفته شد، دوسیه های میلیارداری فساد وجود داره. امروز اگر صادقانه با فساد مبارزه نکنن، امروز ما ببینیم که زمینه فرار سرمایه گذاری وجود داره، فرار مغزها وجود داره. ما زمینه بسیار خوبی برای جلب سرمایه گذاری داریم. حداقل سرمایه گذارها و تاجرای خود افغانی اینا آماده هستن که پس بین به افغانستان سرمایه گذاری بکنن. ما شاهد فرار سرمایه هستیم، به ترکیه هستیم، به ازبکستان هستیم، به امارات هستیم، به سایر کشورها. تا زمانی که دولت با قاطعیت تعهد نتا و زمینه را برای سرمایه گذاری آماده نسازه، ما متاسفانه همیشه وابسته به کمک های جهانی و به میشکل به بحران پیش میریم. بسیار خوب که به امروز سخنگوی وزارت مالیه از ژنو بیان داده بود که مبارزه با فساد مورد اصلی و از خواستهای اصلی جامعه جهانی است که در زمینه آمادگی تعهد و اراده وجود داره. فرزان صاحب، بسیار کوتاه، اگر نتانیم کمک هایی را که نیازهای ما را میتونه برطرف بکنه در 4 سال آینده به دست بیاریم، بدیل هم نداریم و با یک وضع و بحران غیر قابل مدیریت روبرو بشیم. دقیقا ما با دوستان موافق هستم که اگر کمک ها کاهش پیدا کنه، چون بحث جریان کمک ها برای افغانستان در مرحله اول بحث بقاست، تا که ما به توسعه برسیم، به انکشاف برسیم، بقای ما وابسته به کمک هاست و اگر کاهش پیدا کنم مطمئنا وضعیت بهتر میشه و ما فقط یک را داریم، اوی که واقعا تلاش کنیم که به گونه اصلاحات بیاریم که بنیادهای اقتصاد داخلی ما تقویت شود تا ما در دراز مدت بتانیم به صورت تدریجی به کاهش وابستگی برسیم. افغانستان دارای ظرفیت های بیشمار است که اگر واقعا تمرکز صورت بگیره، ما مطمئن هستم که ما میتونیم در یک 5 سال 10 سال آینده یک بخش کلان از وابستگی خود را جبران کنیم. به عنوان نمونه، چند سال قبل درآمدهای داخلی افغانستان در حدود 2.5 میلیارد دلار رسیده بود. این 2.5 میلیارد دلار حداقل از 50% عواید گمرکی افغانستان میآمد. ما فقط اگر سیستم گمرکات خود را اصلاح کنیم، ما فقط اگر با جدیت با فساد مبارزه کنیم، من مطمئن هستم که یک بخش کلان از درآمدهای ما که امروز به هدر میره دوباره در دسترس ما قرار میگیره. بحث دیگه ای که به نظر من هم وابسته به صلح هست، هم وابسته به توسعه پایدار در افغانستان است، ایجاد یک برنامه منظم به خاطر کاهش اقتصاد غیر رسمی افغانستان است. 80% اقتصاد ما غیر رسمی است. بنابراین به هر میزانی که حوزه اقتصاد رسمی ما گسترش پیدا میکنه، درآمدهای ما هم افزایش پیدا میکنه. تشکر بسیار از بیننده های گرامی که تا پایان همراهی ما کردند.